از محاصره کامل دو شهر شیهنشین فوه و کفریا چهار سال میگذرد. گذارد. محاصره که سنیهای های تندرو به وسیله آن فوه و کفریا را به محروم ترین و رنجور ترین منطقه در نبردها در حومه شمالی ادلب تبدیل کردند. محاصره دو شهر شینشن فوا و کفریا در استان ادلب سوریه وارد چهارمین سال خود شده و این در حالی است که در سایه بی‌احتنایی مجامع بین المللی حملات روزانه سنی‌های تندرو و قطع کامل کمک ها تا کنون بیش از پنج هزار نفر از مردم این دو شهر به شهادت رسیده و یا مجروح شدند. سی و ماه است که گذرگاه ها به طور کامل بسته شده و سونی های تون رو در این مدت آتش خود را به روی مردمی که پیش از این محاصره در امنیت زندگی میکردند گشودند گوشودند. شیعان فو و کفریا با وجود ادامه ی حملات روزانه ی تروریست ها با این جنگ با صبر و شکیبایی کم نظیری مقابله نمودند. به گفته ی منابع سوری در طول این مدت حتی یک روز شلیک خمپاره یا حملات تکتیراندازان یا تلاش های سنی های تون رو برای حمله به محور های مختلف در اطراف این دو شهر شیه متوقف نشده است. خشونت سنی های تون رو علیه شیعیان فوه و کفریا زمانی شدت گرفت که گروهی از ساکنان این دو منطقه در اجرای به اصطلاح توافق فوه کفریا و زبدانی مزایا توسط قدرت های مختلف از سرزمین خود کوچانده شدند. ولی سنی های تندرو اتوبوس های حامل آنها را هدف قرار داده و دستکم کم 126 تن از آنها را که اکثرا زنان و کودکان شیعه بودند به شهادت رساندند با این حال قدرت های بزرگ جهان و مجامع بین المللی تنها به محکوم نمودن این اقدام غیر انسانی بسنده کرده و با مقاصد سیاسی هیچ تلاشی برای آزادی این دو شهر شنشین نکردند. دو شهر شیعه نشین فوه و کفریا همچنان توسط سنی های رو در محاصره است و با انواع گلوله ها و خمپاره ها هدف قرار داده می شود.